سلام بر شما دوستای خوبم. در یک ویدیو دیگر از کانال هنری قاصدک خوش آمدید. در این ویدیو به درخواست یکی از دوستان یک مدل ترکشی را آموزش میدیم. امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره. اینجا ما شیرانیم روی پارچه او کردن دور یزی ترکشی را. اینجا ما 4 تا روی سوزن گرفتم، فاصله از یک کوک با کوک بعدی هم یک تاره باید کنار هم همینطوری صاف کوک کنیم. بلندی کار و عرضش سلیقه‌ایه. شما باید اول خانه بندی انجام بدید، مثلا چی مقدار میخواهید ترکشی کنید. در آخر من نمونه کار رو میگذارم. حتما اول باید تعدادی خانه هایی را که میخواهیم ترکشی کنیم مشخص کنیم، بعد عرض کار را اندازه همون امیقت از این دختای صاف مبریم. حالا درازیش را ما اینجا برای نمونه یک تیکه کوچیک را میخواهیم که سرخ چیز کنیم، ترکشی کنیم. گوشه کار را به این صورت میتونیم آوک کنیم. او طرفش را از همون یک جای سوزن خرا میزنیم. از این طرف در هر مرحله دوتار از طرف اضافه مونیم تا این دورشم به اندازه بلندی همون 6 تار برسه. حالا دوباره سوزن را از همون یک جای میزنیم. اینجا دوتار فاصله میدیم تا این سوزن ما صاف شنه. این اواغ را ما از دیگری دور کوک مونوم. بعد بعدن مراحل بعدیش را از روز دور کار مونیم. یکیش از دیگری دوره. اینجا ما همین دختهای صاف را به اندازه دل خاک میخواییم عرضی کار هر قد باشه کوک مونیم و ادامهش را شان میدیم. همه را ما به این اندازه اواک کدیم. حالا سر تارخ را اینجا زیر زی اواغا از دیگری دوری کار محکم مونیم که کوک ما باز نشنه. برای دخت زی بهتر که از سوزن باریک استفاده کنیم که موقعی که سر تار میخواییم زیر زی دخت ها محکم کنیم راحت تر باشه. حالا به این صورت من دور کار را برای نمونه یک تیکه کوچیک انتخاب کدوم. شما اگه بخوای پای شلوار را یا پایین دامن را هر جایی را یا مثلا رومیزی اینو از این کار کنید میتونید به همون اندازه که دوست دارید انتخاب کنید. اینجا ما همون تارهایی را که میخواییم بکشیم قیچی کنیم اونا را روی سوزن میروم. 4 تاره فاصله از اونا اون تارهایی که میخواییم بگذارم 8 تار میگذارم. من اولی را به همون اندازه مشخص کرده بودم، اواکهای را به همون اندازه دور تا دورش دختم. این طرفش هم همینطور کاملا 4 طرفش را مشخص مونیم. حالا با این وسیله اگر این تیز باشه خیلی خوبه که راحت بریش کنه. این یک مقدار تیز نیست، ممکنه که خراب باید. این تیز نیه، بهتره که از یک تیغی چیز دیگه استفاده کنیم، از یک نیمه پل استفاده کنیم. اول سوزن را داخل هم 4 تار مبروم، بعد بلش را با یک نیمه پل این تارا را با آرامی بریش مونم که تارای وقیشی بریش نشنه، فقط همین 4 تار بریش شونه. فاصله از این 4 تار با 4 تار بعدی که بریش مونیم 8 تار مونه. اینجا 8 تار میمونه. شما اگر از پارچه های ماین تر استفاده کردید که تارهای ریستری داره میتونید که تارهای بیشتری را بریش کنید و وسط از اینا هم بیشتر بگذارید. اون تارهایی را که بریش مونیم بعد وسطش فاصله ای که میگذاریم دو برابره. اینجا ما 4 تار را بریش مونم، 8 تار فاصله میگذارم، دوباره 4 تار. این از 4 طرفشی هم از طولش هم از عرضش ما همون کار مونم. 4 تار را بریش مونم، دوباره 8 تار میگذارم، 4 تار دیگر بریش مونم تا دورش همه به همین صورت خانه بندی شونه. بعد اون تارایی که بریش کردم را همه را میکنم. حالا این طرف شرم همون 4 تار را که از اون طرف بریش کردیم از این طرف هم بریش کنیم. باید احتیاط کنیم که دخت های ما یا تارهای دیگه از این پارچه بریش نشنه، فقط همون 4 تار بریش نه. حالا این تارها را میکشیم همه را در میریم.
بعد با فاصله 8 تار وسط ششتم، 4 تار دیگر از اون طرف بریش مونم، این طرفشم همینطور 8 تار میگذارم، این 4 تار شرا بریش مونم. حالا این 4 تاری را که از دو طرف بریش کردم همه را میکشم. ایر کامل هم از طولش هم از عرضش همه را همینطوری میکشیم تا به صورت چارخانه ای در باید داخلش کامل. این 4 تاری که از این طرف از بلندیشی بریش کردم از این طرف هم بریش کردم. حالا کشیدیم اینجا دوباره 8 تار میگذاریم و بعدیش 4 تار بعدی را بریش مونیم. اگر از یک قیچی خیلی نوک تیز باشه، نوکش باریک باشه و تیز باشه خیلی راحته برای از این کار، یا از همون بیشکاف ها میتونیم استفاده کنیم که ما در اولش استفاده کردیم، مال ما خیلی تیز نبود، تیز باشه که راحت این را سریع و تمیز بریش کنه. اگر شما از این پل استفاده دو برایشم سخته، میتونید از قیچی نوک تیز داخل ببرید، را از نزدیک از او دخت ها بریش بزنید. حالا این 4 تار را که از اینجا از دو طرفش بریش کدیم همه را میکشیم. همه ایشی طول عرضش رو به همین صورت 8 تار میلیم، 4 تار بعدش را بریش مونیم تا ای به صورت یک چارخانه ای در بایه داخل زیکار. ترکشی ما تمام شد، همه ایش به صورت چارخانه ای در آوردیم. حالا شروع نیم به دوختن. اینجا از این تارک استفاده مونیم خیلی باریک است، از دو قطش استفاده نیم. شروع نیم از همین گوشه دو تار میگیریم، شروع نیم به دوخت. اول دو تارش را یک دفعه کوک مونیم، بعد دو تار بعدی را همینطوری که در تصویر پیدایه، همه را به همین صورت تا آخرش را پر مونیم. اگه پارچه شما ماین بود بیشتر اینجا تار گذاشتید، میتونید همون رو نصف کنید. نصفش را یک دفعه کوک مونیم، نصفش را یک دفعه دیگه اینو تا آخرش را کوک میزنیم تا کاملا این پوشنه. ای طرفش ای خانش کامل پر شد. حالا تارخ میریم اون 4 تاری ای طرفی رو کوک مونیم، دو تار دو تار میگریم به این صورت. ایرم تا وسطش رو کوک مونیم، بعد در وسطش که رسیدیم ای کوکی داخلی زیر انجام میدیم، بعد نصف دیگهش را دوباره پر مونیم.
را به همین صورت کوک مونیم تا قسمتی وسط شو برسه. حالا تارخ را به پایین نگه میداریم. اینجا از داخل زی یک کوک میزنیم که این به این صورت اینجا یک گره جور شنه و این طرف شرم از وسط زی خانه انتخاب مونیم یک کوک میزنیم تا رسایی کنیم باید زیر سوزن باشه. تا رو باید زیر سوزن میگرفتم. حالا زیر رد مونم و از اونجایی که اول شروع دیم به اونجا به اون تار از این طرف هم بند مونم که اینجا به صورت یک چارخانه ای در قسمت وسط شی جور شنه. حالا ادامه از این طرف را نصفی بعدیش را هم به همون صورت کوک میزنیم تا کامل پر شنه. این خانه را که کامل کوک کدیم پر کدیم بعد تارخ را مبریم در دیگری دوری کار در دیگری دور شی از زیر اواغا رد مونیم زیر زی دخت های قبلی تا به یک خانه دیگه برسیم. دخت ها را که از این خانه به خانه بعدی مبریم باید سیل کنیم که از طرفی روست دوری کار و تارهای مو دیده نشنه. کامل باید از زیر شی رد کنیم. حالا ما در از روست دوری کار رد مونیم. این خانهش هم پر شد. تارخ در دیگری دورش مبرم از زیر زی اواغا از زیر زی دخت های قبلی سر تارخ رد مونم تا این خانهش را شروع کنم به پرکاری. اینجا هم همینطور شروع مونیم. دو تارش را یک دفعه میگریم دو تار دیگهش را دیگه دفعه میگریم دخت میزنیم تا این خانه کامل پر شنه. بعد خانه طرفیش رو پر مونیم و در خانه مقابلش که رسیدیم یه دختی قسمت وسطش رو انجام میدیم. بعد موریم به خانه بعدی همه را به همین صورت کوک مونیم. Thank you.
دوستای عزیزم، دختی ما تکمیل شد، در آخرش به این صورت در آمد. عکسایی را که دوست عزیز ما فرستاده بود که آموزش بدم در آخر ویدیو میگذارم. امیدوارم که این ویدیو مورد پسند شما قرار بگیره و دوست داشته باشید. برای از اینکه ارزی کار را بیشتر کنیم و طولش بیشتر کنیم، همه را دیگه به همین صورت ادامه میدیم، به مقداری بیشتری دور تا دور شکوب مونیم و کلانتر میگیریم. این را برای نمونه ما کوچی گرفتم. بعد اطرافش را میتونیم دخت های تزئینی خامک کنیم یا یک کمک ترکش کنیم، به صورت سوراخ بخیه کنیم، به عنوان تزئین قشنگ میشه. از این دخت ها برای روی میزی زیاد استفاده میشه، برای پایین شلوار، پایین دامن های پنجابی استفاده میشه، حتی برای یخن هم میتونیم از اینا کار کنیم، خیلی قشنگ میشه. با رنگ های مختلف میتونیم از اینا کوک کنیم. برای لباس اینا که بخوایم استفاده کنیم، تعداد خانه هایش را یک مقدار کلانتر میگیریم که زودتر انجام شنه. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.